السلام علیکم قدرمن ولیدونکو ولادی وکړو چې روغ جوړ صحتمند او سوکاله اوسې. بیا هم زه د خپلې قدرمنې همکار سره ستاسو په درنه چوپړ کې یم. نو قدرمن ولیدونکو خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښایسته خوشحالي او په صحتمندۍ سره ترسره کړې وي او تر آخره پورې زموږ ملتیا وکړي. موږ سره همداسې ډېر ښکلې ملمانې دي، مختلف موضوع دي او همداسې رسام د موږ سره په دې برنامه کې او هم موډ فیشن برخه هم پکې شته ده. نو زه له خپلې فوزیه جانې خور سره یو ځای نن ستاسو په درن چوپړ کې. نو فوزیه جانې په خیر راغلې. خیر اوسې. مننه سیما جانې، ته هم ستړی مشې، سا کې اجازه یې لیدونکو سره به هم یو لنډ شان ستړی مشې. کوم ګډې ګډې سلامونه مې ومنئ درنو هېواد والو. هیله مې ده چې ټول به خوشحاله او آرامه سوکاله اوسئ. ستاسو خوشحالي زموږ یوازینۍ هیله ده. د تل په شان خپرونه کې جالبه برخې لرو، مهم موضوعات لرو. نو هیله ده چې خپرونه راسره تر پای شیبو پورې وګورئ. او څنګه چې سیما جانې وویلې، البته نن خپرونه کې چی لرو په دویمه برخه کې؟ البته رسامه ده، موږ سره نقاشه ده، همداسې د موډ فیشن برخه ده. فوزیه جانې ما ته دا ووایه، دا رسامي سره علاقه مندې شته؟ والله سیما جانې، د رسامي سره خو علاقمندي نشته، خو نقاشي مې یو څه خوښېږي او غواړم چې نقاشي زده کړم. نورو خپرونو کې مې هم ویلي وو چې اوس مې مینه پیدا شوې د نقاشي سره او آسته آسته غواړم لږ لږ زده کړم. او په د نقاشي په برخه کې غواړم اول استاذه مې باید سیما جان اوسي، ځکه دا په نقاشي کې ماشاءالله ډېره زیاته تکړه ده. او هغې نه وروسته به بیا سیما جان راسره همکاري ونه کړه، نو حتما یوه نقاشه به پیدا کړم چې زما استاذه اوسي. په خیر سره انشاءالله. نو قدرمن لیدونکو، زه اول دا وایم چې زیاتره کسان وایي چې څوک په یو مضمون کې ناکام پاتې شي، بیا غازي چې شروع کوي رسامي شروع کوي. داسې رسامي کوم آسان مضمون نه ده، هغې لپاره هم کوشش پکار ده چې خلک یې پنځه کاله وو کاله پر هغې باندې زحمت وباسي تر چې هغه یو ډېر لکه لایق رسام سي. نو دې لپاره خلک زیاتره وایي څوک چې په مضمونونو کې ناکام سي، بیا هغه نقاشي ته مخه. دا په علاقمندي ده، او زیاتره خلک بس علاقمندي پیدا کوي، خو په دې معنی نه چې هغه تنبل ده. هر انسان خپل مسلک کې ډېر زیات تکړه وي، په دې معنی نه چې هغه تنبل ده، هغه ریاضي ښه نه ده، هغه طب کې ښه نه ده. نو دې لپاره باید هر څوک خپل مسلک کې لایق اوسي، بیا دا نه ویل چې دا تنبل ده. هر انسان خپل زندگی کې موفقیت او یو ښه تکړه انسان اوسېدی سي. او بل داسې یو رسام هر څوک نه کوی چې خپل په لاس باندې کنټرول وساتي. رسام کول چې خپل په لاس خپل د پوره بدن حرکات باندې کنټرول ساتي، چې هر څوک یې ساتلی نه سي، همداسې په سترګو باندې. لکه مثال فوزیه جان، خورې زه تا ته یو پینسل درکړم، تا ته کاغذ درکړم، یو خط درته ووایم، تا خط سیده نه کشه ویسي، ول سي ته خپل په لاس کنټرول نه لرې، خو یو رسام کول چې یو خط ډېر سیده او منظم کشي. بلکل سیما جان، څنګه چې دوی ویلې، هر رشته ځان ته هغه خپل خوالی هم لري او سختیانې هم لري. څنګه چې د نقاشي په تړاو دوی ویلي، ګرچن د چا چې ځدانې هغوی ته به اسانه کار معلومیږي، لیکن تر ځایه چې موږ ګورو خپرونو کې زیات راځي دغه لایق نجونې نقاشې، یعنی د دوی کار ډېر زیات سخت دی، ظریفکاري هم ډېره زیاته لري او واقعا ډېر مشکل یوه رشته ده. زه وایم فکر کوم کسان چې په دغه رشته کې کار کوي، هغوی ډېر تر ډېر حده پورې ارامه ذهن لري، ځکه چې نقاشي او رسامي هغه څه دی چې باید موږ ورته ډېر ارامه ذهن ولرو، په ډېر ارام فکر سره مثلا هغه ترسره کړو، کار پکې وکړو او د ښایسته د رنګونو نه جوړ تصویرونه منګه وباسو، رسم کو. انداسې د تصویرونو نه علاوه مثلا په نقاشي کې ډېر سیزونه نور هم دي، ډېر شیان دي چې مثلا زمونږ خويندې ورونه نقاشي کوي. نو ډېر خبرې به موږ ان شاء الله د خبرونه په بل برخه کې په نقاشي باندې زمونږ خپل خور چې موږ سره ده، هغه به پیو غږیږي چې مثلا څنګه دوی نقاشي شروع کړي، کوم ځای نه شروع کړي، مینا دې کوم ځای نه وه د نقاشي سره. نو سیما جان، ته څنګه نقاشي سره د کله مینا پیدا شوه، څومره د ما نقاشي سره؟ فوزیه جان خورې ماشومتوب نه مې خوښېده، دونه نه مې فکر کوو چې دونه ښه به زه زده کړم. لکه مثال په صنف کې چې ماشومان یو لاندې شی جوړوي، لکه کارټون دا شیان، هماغسې مې کار کوو آهسته آهسته. بس کله ما یو ملګری وه په سکول کې، چې کله ما د هغې نقاشیان وکړه، آهسته آهسته زما علاقمندي پیدا شو، خو ما درس شروع نه کړ. اوس یعنې اوس مسلکي ته نه ده ویلې، فقط کار کوي. مخصوص سیما جان ما سره څو خپرونو کې وعده وکړه چې ما ته به زما یو عکس نقاشي کوي، خو متاسفانه زه فکر کوم وعده خلافي نه، واده خلافي مې نه کړې. د سیده کنه سي نقاشي فرقې او زیاتره د مسلکي د سیاغي فرمایش اخلي، جوړې په پیسې اخلي. زه به د سینو کوم، زه هغه وخت کې زه نقاشي کوم چې کله مې خپل طبیعتي او یا از ډېر خوشاله سم، یا هم ډېر خفه سم. بیا هغه ټایم کې نو دې لپاره تر اوسه نه ډېر خوشاله سم، ډېر خفه دې لپاره تم کوم. زه روز دې ته پتا مې چې کومه ورځ به سیما جان خوشاله وي چې دا به ماته نقاشي وباسي. خدای وکړي چې دې کې کال نور هم ونوځي، ځکه زه ورته پتا مې یو کال خوشو تر اوسه پورې. نو دا چې کومه ورځ به دا ډېره زیاته خوشاله او دا کار وکړي، دا معلومه ده څه وکړم چې ته باید خوشاله اوسې او نقاشي وباسې. تاسو جالبه خبره وکړه، ما ته همدغسې څو کسانو سویلي چې ما ته دا عکس جوړ کړه.
دې کال ویلي بل کال ته یعنی یو کال بعد ما هغه ناسامي هغې ته تسلیم کړې هغې نه هېر شوي مې سیدا دې کله جوړ کړه تا یو کال مخکې ما ته ویلي وو دې لپاره ما زر لکه شوق ورته نه راځي آهسته آهسته یو میاز بعد مې زړه وسي اوس شپږ میاشتې کېږي ما راسامي نه ده کړې خو مخصوص زه په تا مایم ګرانو لیدونکو تقریبا یو کال ته نږدې شو چې دې وعده کړې ده وعده یې نه ده ترسره کړې نو که چېرې دا وعده خلافي هم دغسې دوام ورکړي وعده خلافي ته نو زه مجبوره یم چې دلته راسم شکایت وکړم د سیما جان نه چې وعده خلافي کوي او ماته نقاشي نه کوي لیکن زه دا هم در کوم ځکه د نقاشي کار ډېر جنجال لري سختیګانې لري مصرف لري نو دا هم ملامته نه ده انشاءالله زه به بیا دې سره په پوره توګه وغږېږم اتما ته ماته وایي یعنې ما ته یو وخت خپرونه کې هم ویلي وو چې نقاشي درته کوم خو لیکن پیسې به راکوي یعنې مفرته نه کوي هو همداسې قدرمن لیدونکو نقاشي هم بیل بیل سبکونه لري چې دې نه به م پوښتنه اتمان موږ وکړو خو ته کوم سب غواړې موږ اتمان مېلمانه به پوښتنه کوو چې کوم کوم سب او کومې زیات قیمت جیږي کومې بهترین ده او کومې مشتریان ډېر خوښېږي تا کوم یو زه بې کبره یم مقصد فقط زه غواړم نه کبر خبر نه ده علاقه مندي ده د چا پنسل خوښېږي چا زغالي خوښېږي د چا روغانی خوخیږي روغانی مزيات خوخیږي ځکه چې جالو بل وهي نه روغانی خو د سیناسي جالو بل وهي نه لکه روخانه غوندي صافي کنه نسبت نور نه لکه ساده غوندي روغانی به ډیر روخانه او فکر کوم شاید زر به خراب هم نشي دزې چې باندې باور یم دا سي کنه روغانی نه ما به پنسلي زغالي خوخیږي ولې سي عکس خوم رنگایي کنه ونه ول خپل عکس نه چابه نه خو بیا خو بیا زغالي او پنسلي به دسي لکه اچا کرچ مړ شوی نه مړ شوی نه هغه ډیر زیات خستر ډیر زیات ساده بیرنګي ساده ای بیرنګ لکه مریضانو غوند خلخ کاری نو زه نه غواړم چې څلخ مریض خکاره شم زه غواړم همیشه سره حال خکاره شم د رنگونو نه جوړه څه نظر لري دیو خبر تو کومه ایما په نظر ته ډیر زیات شوقی رنگونو سره ډیر مینه لري خو زه فکر کوم ژوند رنگونو نه جوړ دی نو انسان هم پر رنگونو باندې څومره چې یعنی ګرشن ساده رنگ سره مشکل نه لرم زه به شاید اکثرا ساده رنگونو استفاده کوم خو زه فکر کوم چې بیا کله کاغه نقاشي وسی یا رسامي وسی نو په هغه رنگونو زیات وسی کنه نور بل هم سیخ کولای ښکاری څومره ساده وسی نو زه ما درته مخ کې ویلې لکه فاتحه ته روانه اندې سی بخاله ښکاری نه ایو خبر ما معلومه کړی چې فوزی جان خو ډیر زیات شوقی دی رنگونو کې ډیر شوخ رنگونه استفاده کوي نه 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 مالی دلې کنه ما ته معلوم سو کړ ډیر ټایم سو ولې سي دا ذوق دا انسان دا لک فرق به ما سي دا ما روشن رنگونه خوخي خو زیاتر ز تاریک رنگ لکه تور رنگ خوخي گی دسې نو رنگونه بیا رسام سي دا رنگونه کې ډیر زیات کړی سو بیا زه اگر رسام يم سي رنگونه کې بيخي زیات یلا نه پويګم او خای استفاده کوم نو مونږ نه راځي لکه مثال کله سو غره کوي سي دا رنگ راکا نو چورته هم ته کم یو خیم سم سي وازي وې یا تل شارک دا رنگ راکا زه خیر کله چې ماته نقاشي کوله زه به درته خپل یو عکس درولې ګم ماغه کې څنګهونی ماغه ور باندې استفاده کړه ځکه داسې نشي چې بیا ته زغالي نقاشي وکې په سبب پخیمانه م زحمت بدې مستلې به خفایم ورته هر وخت به ګورم فکر وکوم چې مریض ایمه دې ته ګوره خاتمن تعالی کسې زغالي سب کو نه دی لیدلې دې یو دفعه انټرنیټ کې وګوره نه لیدلې مې سیمه جانې خو درته مې ویلې کنه ځکه ساده رنگونه دي او زه فکر کوم چې ژوند د رنگونو نه جوړ دی او څومره یو څه کنه رنگونه تیزي خاصه متخکاری څومره چې ساده یو رقم عاجزه غوښته کاری لیکن په ترکیب کې مشکل نه عاجزه یم ما د رنگونو خوخیږي عاجزه یم بیرنگ د ژوند مې اتا رنگین ده ژوند پر رنگونو خاصه د سیما جان نه همیشه باید د رنگونو استفاده وکړو خو ذوق لرو روحانه رنگونه نور تفکر کوم مثبت انرژي ورکوي نو په دې خاطر باندې همیشه باید مونږه مثبت فکر ولرو مثبت انرژي ولرو تر څو نور تخپل هم مثبت انرژي ور ورسو ته دقیقا نو اوس ملمت منتظر سي په خیر سره غم راسي به ان شاء الله دې باندې خبر کو نو قدرمن لیدونکو اوس یو لن شاندمې ته د مینا پس به تر راګرځو لیدونکو بیا ستړي مې سه په خیر اغلی خبرونه ته ان شاء الله سر ټول بارو ټول خوشاله د خبرونه په دې برخه کې مزان سره ډیره قدر بنه او تکړه ملمنه لرو شبنم ایم را سره د دوی بلا بل کمالونه لري لیدونکو دا ونه کوم دوی خطاطی کولای سي مورکاری کولای سم داسې ور ډیره تکړه نقاش هم ده علاوه لدې نور شي زل لري دا ول دوی نور شبنم جان ډیره ستړي مې سه خیر اغلی خبرونه ته څنګه چینیکوست که با عشق گل اسخار بر آریم و گذرگاه زمان را سر افراز بپاییم چینیکوست اگر تیغ بگویند جز از مهر نگویم و اگر تلخ بگویند سخن شکر آریم سلام عرض ادب خدمت شما گرنده موفق از همکاران تکنیکی تان و کسانی که ما پشت پرده های تلویزیون شان بینیده هستند امید که همه شان جواب سر حال باشند و از گزند روزگار در امان خداوند باشند شبنم ایام سمی که زورمند در بخش های محرکاری محرکاری میناتوری خطاطی و همچنان محرکاری
و تشکر که ما رو برنامه زیبایتون دعوت کردین. خواهش میکنم. تشکر از خودتم. یالی ایره بگو، تو رسام هستی، تو نقاش هستی، تو خطاط هستی، تو مورکار هستی، کدام شما رو بگوین؟ ما در بخش های متفاوت کار میکنم، هم میناتور هستم، هم مورکار و همچنان نقاش. صحیح. بله. شبنم ازی بر ما یادواری که خودت مثلا چندین فن است یا ورچی هنر است که همزمان یاد داری، مثلا مورکاری میکنی، خطاطی و نقاشی، تمام اینا کدام شوالتر یاد گرفتی یا کم زمان کل شبازی یک جا یاد گرفتی؟ خب اولا وقتی که من در البته از زمان طفولیت من زیادتر در بخش نقاشی علاقه داشتم که یاد بگیرم. وقتی که من بخش نقاشی یاد گرفتم در پیش خود فقط از سایت‌های اینترنتی بهشون خطاطی کار میکردم. بعد پیش خود فکر کردم، وقتی گفتم که وقتی که دختر خانم میتواند که خطاطی بکند امرای پنسل، پس چرا نتواند که مهرکاری بکند؟ پس مهرکاری از خطاطی یاد گرفتم. کم یا سخت دلیل؟ خب از نظر ما در بخش هنر، وقتی که یک دختر خانم در بخش هنر میاد، تمام هنرها برش مشکل هستند. از نظر ما مهرکاری بسیار کار مشکل است، به خاطر که در مهرکاری دقت و اصلمندی بیشتر ضرورت است. زیاد مقبول. یعنی خودت گفتی که تو هر کدامش کار کردی. بله. بر نظر خودت که می خطاطی سخت است یا رسامی؟ خب از نظر ما خود تمامشان سخت هستند، نقاشی بیشتر سخت است. نقاشی سخت است بخاطر که نقاشی واقعا زیاد دقت می‌خواد. خطاط مخصوص سخت است. خب فکر کنم خودت خوب صحیح یاد داری، از خاطر برات آسان است. بله. فکر کنم مختلف در پس در رسامی هم مختلف سبک کار کردی، مثالی پنسلیست نه؟ بله. او هم میناتوری است. میناتوری خودکار. ای خودش؟ دام ده. زه وایم دا بخکارا کلیدون کو زکم دوی په بل برخه کې مونته یو ناتکمیله تصویر دغه به تکمیلی رسمي کوي په نو زه وایم په دې برخه کې کدوې د خپل تصویرونو په واره کې مونته معلومات را کې د دې میناتوري په واره کې مونته معلومات را کې شبنم جانی دوارش بر ما معلومات بده کی رده چقدر وقت ساختی و از چه چیزا استفاده شده. خب یکی از سبک میناتوری ما به گفتم میتونیم که از دو رنگ ترکیب شده، رنگی خودکاری آبی و سیاه می باشد که برای دیکور خانه استفاده می شود و مدت دو هفته سش کار کرد. دو هفته سش بله. کار کردین. در دیر وقت نیستی. دلیلش چیست که وقت زیاد می گیره به نظر؟ بله بسیار. از نظر ما در میناتوری در رسامی در تمام شان ظرافت کاری خاص کار داره. بلکل. او دلتا کلمه ده؟ زیدا پلرگی فکر کوم جوړه سوي ده کنه در مورد اسی هم یک ذره بر ما معلومات ته بسیار مقبول جوړ شکل. خوب کی است اول ما میگیریم تختی ورقی را ما میگیریم درش میگیریم امرا پنسل اسکیچ میکنیم. بعد میگیریم توسط زو میگیریم میره چی میگن اینی امرا چی میگن عرب بریش میکنیم و یک از در تختی در تکی بخملی ما میگیریم میره کار میکنیم قسم سیما اخکارک آیت الکرسی شریف ادوی لیکلی ده پماره سره تلیدون کی ګوري څومره خایسته او څومره سپین رنگ او تلایی او شتري رنگ هر څه څنګه نو پاغه رنگ باندې لیکل شوی دا وایي شبنم د بارش بر ما بوکش قدر مقبول جوړش کردی. خوب یکی است مهرکاری می باشه که اول ما میگیریم تختی ورقی را میگیریم، بعد میگیریم اسکیچ میکنیم و نظر به اسکیچ میگیریم، مورها رو دانه دانه یعنی میچینیم و یکی است آیت الکرسی شریف می باشه که مدت 4 ماه سش کار کرد. واقعا سخت ده فرشته جان. خوری دلت خوما وکت کې دې سیل کارن سی یو مری سیده کې دې یو د سیو طرفه کې دې یو فوګورا واقعا دې کار سخت ده. باز از می خاطر فکر کنم پلاستیک میگیریم کی نریزنه. یعنی یو مری عمودی کی بل افقی دسته او ډیر خاصه دوی جوړ کړی در اختیام چې ډیر زیات زحمت غوړي. شبنم کدام شو زیات علاقه من داره مردم کدام شو زیات تر استان مرد یا فرمایش میتن یا میخرن؟ خب ما زیاتر که در نمایشگاه اشتراک کردم، یعنی از دیدون در شرایط فعلی که ما زندگی میکنیم، یعنی در نقاشی و یا در طبیعت انسان زیاد قدر یعنی ارزش نمیتن. خب زیاتر مهرکاری را ما کار میکنیم، اینا به فروش میرسن فرمایش هم میگیرن. مثلا یک تصویرش ما چند اگر یک کس برتون فرمایش مثلا آیت الکرسی شریف تور پیدا سو جوړیو مشتری ته. خب ما مثلا وقتی که خب از نظر قیمتشان میگن. بله مثلا تابلو که ما کار کردم که از قیمتش 3000 میباشه. بله. او دیدی و ایام کسا 4 نمازار. و شما کدام کدام سایز کدامی تانین کار کنین؟ مثال اگر یک نفر برتون فرمایش به تازی کده کلانتر و کارشون زیاد باشه باز میتونین قبول کنین؟ بله بله قیمتاش هم بالا میبریم، شاگرد هم میگیریم و در ظرفی خوبشان میگیم در ظرفی 8 ماه یا 9 ماه برتون کار میکنین. وقتی که تختیشون کته باشه باید زمان گیرم باشه. فکر نکنیم که تنام کار کنی و خاطر که زیاد سخت نباشه. نه فقط کارهای خود ما وقت کارهای خود خودم کار میکنم، یعنی فقط پیش خود کار میکنم، وقتی دیزاین خانه کار میکنم. باز وقتی که فرمایش میگیرم شاگرد
دم میگیرم برای اون کار میکنم جای خب اما فکر کنم که به خاطر ازی اگر یعنی خودت گفتی که احتمال نداره رنگا یعنی موره رنگا زیاد به سختی پیدا میشه که از چهره این باشه خب اگر کسی فرمایش بده او برات مورهشون بیاره باز چی باز برشون کار میکنیم یعنی واقعا اگه که دیر زیاد یعنی اگر خودشان موریشان پیدا موری چیره البته اگر پیدا بیتن برشان کار میکنیم دیر خیلی شبنم بعد از اینکه مثلا شروع کردی به کار کردن و یک آید خوبم شاید داشته باشه چقدر در زندگی تغییرات آمده و چقدر در اقتصاد خانواده کمک میکنیم تغییرات خود زیاد آمده باید یعنی یک هنرمند وقتی که داخل این یک انسان وقتی که داخل دنیای هنر میشن باید سختی ها و مشکلات باید پذیرا باشن و از نظر اقتصاد شکر خوب هستیم وقتی که در هنری خود کفا شدی دقیقاً دیر خرده نه باز فامیل تشویق میکنه یا دقیق. یا زیاد یا کم دقیقا زیاد تشویق میکنن از نظر ما وقتی که یک دختر خانم دینی از نظر ما دیگه در شرایط فعلی حمایت فامیلشان ضرور است دقیقا. وقتی که حمایت فامیل نباشه جای رسته نمیتونه دقیقا نه خبر خودش هم نم از مشکلات دیواری کردی مشکلات هم دید با امی قسمت هنر که کار میکنی چی است خب مشکلات خود زیادتر می داشته باشی مثلا اگر از نگاه چهره بگی مثلا وقتی که ما در نمایشگاه اشتراک میکنیم مثلا اجازه چهره بردن در نمایشگاه بله بزرگتر مشکلات ما در اینجا او بل داشت دخل که اقتصادون هم ضعیف است بیکنه سو که خلیم ندیر دوم را نه لسنگ سی فرشته جان خورویلی و لکه مثال من سبا لکه اقتصادی مشکلات دیر دی زیادتر دس تابلوگانی سی ڈالر دی قیمت ہے لکه موږ سی کتلی بیسیکل سوق افغانی قیمت و دغه شان پریګری نو مقصد از خود خدام ماجګا زیات دی امی یعنی مشتریا ک می وشن زیاتر تابلو به ډالر می باشه مقبول ترین می باشه اما وختی که یک قیمت افغانی برش بگوی پیش ازو میرم پیش ډالری نه مریګا گر چی مقبول تر می باشه بله بله به فکر کوم ایره خود زیات دیده باشی در ماجګا هست می باشه شبنم وبخاسی ما خبر می دیونی ولا شبنم میخم از یک ایمی تصاویر نقاشی و مورکاری را که جاوردی کدامش به خودت بسیار یعنی دلچسب است برات بسیار خوش داری شر وقت میبینیش یا مثلا بگویم در خانه تانم از اونمو ساختی و ویزان کردی خب اینجا که تابلوی کسا نمامش تمامشن یعنی خوش دارم وقتی کار کردن زیاد به ما عزیز استن خب رقص مولانا به حد دوست بله بله به حد خوش دارم چرا هیچ قدوز داری؟ به خاطری که من که هستم عاشق مولانا هستم ها بالکل طبیعی خبره در اختیم در مولانا شعرون دیر زیاد مانادار دی کنه مثلا دیر لوی فلسفه پا که پرتی دیتی کار تو کی وی یو دو دری شعر اکتا سوی مثلا پا مانا بانده ایسان پوی که نبیتا سو بلا یعنی اگر زندگی تگلار ما دیر خواه ایر کی گی دیر خواه سمی گی پا دی خاطر بانده یقینا سی دیر خواه شعرون دیده توی نو قدرمن لیدون کو زولان شان دمیتا نو بیت دمین پاس رازو نام دسی بابا شبنم جا منتا عملی کار بملتو کی دی نقاشی بیا هم په خیر اغلی قدرمن لیدون کو لکه څنګه چې په خبرونه کې سره اغلی شبنم جان او دوی به نقاشی کوي او دا چې نقاشی کې سره رسمي یغوی بلدین او شبنم جان نقاشی میکردین بر ما شما بگیرین پنسلایتان او کتابچیتان بگیرین نقاشی وکنین شبنم تصویر را که میخوای بسازی نصفش انجام دادی یعنی نصفش رسامی کردی باقیش که میخوای رسامی کنی تصویر چی است میشه یک دفعه پیدا شه یک دفعه تصویر ی کتاب شام کمال پر است تصویرو؟ بله بله. نام خودتون را دیر رسانی کنید. وایم برای عکسی و تکمیل. ایرا می خواهید تکمیل بکنی؟ چیش مانده که باید فقط قسمتش مانده. صحیح ده. مهربانی تا سخفل کار شروع کنی. او دقیقه سره سره هم کارتون را انجام بدین هم یگان سوالا که ما هستان می پرسیم. اونو را باز می کنین که جواب بدین. این دیگه آسان است به نظر شما مثلا اینی کار شد که تا فعلا انجام دادی چقدر وقت خلاص تقریبا یک ساعت اش کار کرد یک ساعت خوب بسیار خوب باقیش نشان دقیقه تمام میشه 10 دقیقه 5 دقیقه تمام میشه 10 دقیقه 5 دقیقه نو خدای دفعه 10 دقیقه 5 دقیقه مونی میبینیم به مهارت شکل دمی 5 دقیقه میتونه دست مهربانی که خود کرد شبنم جان ده کار تان انجام بدین مشکل نیست ما وقت تان نگیریم که اینا نگوین که بس کار مرا شما تال دادین کی تشویق تان میکنه ده ایرسا خب ده ایرسا که از بخش هنر را میشه فامیل برای ما کرده پدر جان و مادر جان میشه برای ما کرده و اینا بودن که امروز ما ده ای جایگاه رسیدم بالکل شبنم عزیز بر ما بگو که به غیر از خود ده خانواده کس نگام است که مثلا نمی هنرهایی را که خودت یاد داری و ازشان استفاده میکنی در جامعه
دیگران میاد داشته باشند در خانواده؟ در فامیل خود فقط خودم هستم کار میکنم و همیشه وقتی کار میکنم بیادر خوردیم خواهر من میشه اینیش اونا امروی ما کمک میکنم اونا شوق رسامیر دارن امروی اونام کمک میکنم در خانه تونه خواه ماشاءالله فرشته جان سنگه ترسه امیکی والا خوری زدر تا وایم که در دیر موده ما نه دکلی رسامی خوزید پا یکی بانید واسه خوزه سوچ کنم که مثلا تصویر ما تا ای خیی تصویر لروی رسامی وکم که والا ایسم لگ یعنی بد بنه ای دوم رخ او تصمیم زده لرمی و رزمان که تاست تلو رو پا برنامه که دلت رسامی کهو انشالله چه چاره سامی خنده پم که خدا زایر خبر ده. داشتی فرشته بیا باید و بایلی بیا تصمیم. نه داغ زایر خبر ده بودی تی استیما نقاش داد که نه بودی خاطر رقبا توان تی بخت تصویر باسی. داشتی یا وسبا اورت انتخاب کرد اتلون که خبرون دپاره چو استیما هم ونش که ولی چه اگر سامی و کسی. وام داشتی وسبا اورت جیم. شبنم جان از کدام از قسم ورقا استفاده میکنین شما و زمانی که رسامی میکنین آیا کدام کاغذ مخصوص داره یا؟ خب دی بخشی هنرکی است ما منی ورقای متفاوت دارن و این کتابچه که مزید فهم که این بر اسامی زیاد خوب هستن بخاطر رنگ ها برشن دهی کتابچه که از خوب میکس میشن بس تنها از انمی پنسل استفاده میکنین یا یکان دفعه از رنگ ها هم استفاده میکنین رنگ های روغنی که از رنگ های آبی خوب وقتی که مثلا یک تصویر کار میکنیم خود بعد تصویر زیادتر رنگ های پنسلی کار شده و ما بخاطر ظریف کاریش میتونیم از خودکار از توش از اینا میتونیم استفاده بکنیم برشن سر بخاطر ظریف کاریشون شبنم سرکارتم روی رنگ هاست بله بله کدام رنگ رو بیشتر دوست داری؟ خب در خب از من زیادتر رنگ قهوه‌ای رو خوش دارم روی رنگ آبی بخاطر که روی رنگ ها میتونیم رنگ های بیشتر ایجاد بکنیم باز مثلا خودت وقتی که با خود لباس میسازی یا مثلا چیزهای شخصی که با خود آماده میسازی از بیدو رنگ سیوت استفاده میکنی؟ چه قسم؟ لباس که میدوسی بر خودت یا جور میکنی یا مثلا رنگ اتاقت اینا با میدو رنگ هست یا نه باز مثلا نه رنگ های متفاوتی باز رنگ های استفاده میکنیم بسیار خوب کدام چیز رسامی هم کردی که بتانی فامیل تام از او استفاده بکنه و در اتاق بند کنی به خاطر دیزاین اتاق یا خانه بله بله مثلا یک تابلش یک نمونش اینجا سن و یک هم مینوتوری که قبلا برش معلومات داشت که تاسو فکر کوم چې لیدون کو تخکر کړو واقعا ډیر خیسته کار شوی د ټول د مرایو کار دی سپینې او شنې مرای په کې کار ډیره مایده ظریف مرای دی ډیر ظرافت باندې جوړ کړی خو زه پیپونو سم ځکه مخکنی برخه کې زنه او منو کتاب ده کتاب او اقرا په کې لیکلی دي خخ نو دو واده ستا په وینا دوی ډیر زیات ظریف جوړ کړی دا ډیر ښایسته جوړ کړی دا ډیر ښه تصویر ده ډیر ښه معنا لري بالکل بالکل شبنم از یک بر ما قصه کو که وقتی که یاد نداشتی هنر نقاشی رو اینا رو در خونه که بودی اون زمان رو مصروف چی بودی زیادتر؟ خب وقتی که من یعنی وقتی یعنی رسامی یاد نداشتم اونا وقت درسای مکتب پیش مکتب میخوام چند جای کورس میرفتم و حالا وقتی که در بخش هنر آمدم یعنی در بخش هنرم کار میکنم همچنان درسای آنلاین هم دارم کنار از خانه پیش میبرم چند سال میشه که نقاشی میکنی تقریبا 5 سال میشه 5 سال زر دیر خیلی دمی 5 سال تو روز شده که کدام تصویر خراب کشیده باشی و مکمل به هیچ کس نشان نداده باشی دقیقا این قسم اتفاق افتاد زیاد رسامی رو خراب کردم وقتی که یک رسم خراب نکنی یاد نمیگیری خب این چقدر کارش مانده شبنم جان خلاص میشه شبنم کدام وقت کدام کس برد گفتم مثلا وقتی که آدم به یک هنر یا مسلک هر رشته که باشه آدم روی میارم بعض مردم مخالفش هم میباشه مثلا دوستش نمیداشته باشه تخریبش میکنن تاکتش بکنن بعض کسایی رو مواجه شدی که برد گفته باشن این کار که هیچ فایده نداره دست بردار ازش دقیقا مثلا در نمایش ما اشتراک کرده بودیم اونجا مقسم یک نفر آمده بود مقسم از کارهای ما معلومات گرفتن و گفتن قیمتشان چند است ما برشان گفتیم اینقدر قیمتشان رو برشان گفتیم یعنی خوش نکردن که هنر که شما کار میکنین هنر ایج است یعنی اگر پشت هنر لا بکنین خوب میشه خوب سر گپای تا بالا میزنن جواب خودت چی بود برش باز؟ جواب خودم دیگه گفتم اینی یک مثلا یک رسم خودم که کار میکنم با خودم معنای خاص میداشته باشه وقتی که من در دنیای هنر آمدم من اینی هدف خود مشخص کردم و در تصویر در یه هنرمند در هنر پا قدر اقا چوک پویگی اقا خبلا لگزر او پویگی مثلا دیو کار پا سختی دیو کار پا ظرافت دیو چه پا معنا بانده وست مثلا رختی هم دو دوی پوینا سر دیدون که یه چوک رسی دوی دوم رس احمد تا مثلا په دې سينو مورکارې باندې دوی څلور میاستې درې میاستې شاید لدې نه مزافه وخت نیسي خو بیا یو څوک راجګیږي یا راپاسیږي په ظرف دې یو دقیقه یا څو ثانیو کې هغه ټول زحمت له خاورو سره خاورې کوي یا یې په سین باندې لاهو کوي دا خو بیا انصاف نه ده دا خو عدالت نه ده
څومره خایسته دوی کار کوي، څومره ډیر زحمت وباسي، لاقل یو تشویق خود دوی حق ده چې هر د ټولنې غړی چې دوی ورسره مخامخ کیږي دوی تشویق کی او یې هڅوي د دې کار لپاره، او که دا کار نیسی کولای نو لاقل غا تخریب خو بیا بالکل جایزه نه ده کنه. واقعا فرشته جانې هغه متل هم موږ په پښتو کې لرو چې د زر په قدر زرګر پیږي، نو هغه صورت کې تاسو کولای شئ د دوی د کار په قدر باندې پوه شئ چې تاسو خپل په همدغسې یو تصویر باندې لکه څنګه چې دوی پې باندې میاشتې یا هم هفتې تیرې کړي دي، نو تاسو بیا هغه وخت پوهېدی شئ چې دا څومره یو بارزښته تابلو ده یا څومره بارزښته نقاشي ده چې زموږ دغه هیوادوال ورباندې زحمت وباسي، هغوی پې باندې ورځ ځای کوي تر څو شي کولی هغه خپل هنر په دغسې شیونو باندې راښکاره کړي. ظاهري خبره ده، بالکل دا خبره ده، او دا ډېر زیات مهمه ده دا مسله. اوس زه دا وایم موږ تاسو په ټولنه کې یو نقاش ته ضرورت لرو، نجار ته ضرورت لرو، یو خبریال ته ضرورت لرو، هر مسلک نه اتاموچي ته ضرورت لرو. نو د دوی ټولو باید لیدونکو قدر وسي، او د شبنم جانې تصویر تکمیل سره ښکاره که لیدونکو ته چې وی ګوري دوی هم څومره ښه ګوري چې شبنم جانې څومره په ظرافت څومره په حوصله مندۍ باندې دغه تصویر رسم کړی ده، او د لکه څنګه چې مخکې خپله وویلې چې د دوی هغه د خاص او د خوښې شاعر یا هم لیکوال دی، نو واقعا دوی په دومره ظرافت باندې دا تصویر رسامي کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تاسو هم خوښ شوی وي او تل د دوی هغه هنر ته د قدر په سترګه وګورئ. بله بالکل، او زه غواړم لیدونکو رښتیا هم یادونه وکړم چې د هنرمند یو لکه مثلا شبنم یا بل هر څوک چې یو کمال یې دی تصویر ته چې ګوري سوچ کوي چې دا حقیقتا دا کس دلته ولاړ دلی ذهن کې د مجسمه کېږي، خو دا عام خلک موږ تاسو رسمي هغه لوری معلومېږي هغه دونه دلچسپ نه. فرشته جانې خبرې ډېرې اوږدې دي، تشکر راځي که به برنامه آمدین. سلامت باشین. لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه شانتې دمه لرو، بېرته راګرځو خپرونې ته. تاسو تر وروستۍ شېبو پورې د خپرونې لیدونکي اوسئ. درنو هیوادوالو بیا هم خره غلاس، هیله ده چې خپرونه مو تر دغه دمه د پام وړ ګرځېدلی. د خپرونه په دغه برخه کې راسره آغلی شهناز صحاک ده چې د هدف په تړه به موږ د دوی سره خبرې اترې ولرو. ستړمه شي آغلی صحاک، خره غلی خپرونه ته مننه. ژوندی اوسې، اول سلام تاسو ته، بیا ګرانو لیدونکو ته، په دې هیله چې روغ او جوړ به یې او د صحت جامې به هم په تن وي. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه، هیله ده چې تاسو به هم ښه وئ. رب شو غل صحاک، په دې به وغږیږو چې د هدف او هیلې تر منځ څه توپیر دی؟ هدف خو داسې ده چې یعنی موږ کوم کار کوو، یعنی درس وایو چې مکتب نه شروع کوو، مکتب چې موږ شروع کوو درس د هدف لپاره، موږ وایو چې په راتلونکي کې باید کم ځای ته ورسیږو، یا مکتب دورې نه موږ هدف ټاکو، یا وایو ډاکټر سو یا انجینر سو یا هر برخه کې چې موږ غواړو چې هغه ته ورسیږو هدف ټاکو. اول هدف ده، نو هیله خو بېله مسله ده او هدف بېله مسله. نو د هدف لاسته راوړل باید موږ څه وکړو چې هغه هدف ته ځان ورسوو، باید کومې ستونزو نه تیر سو، کومه لاره باید طی مرحله کړو تر اوسه خپل هدف ته ورسیږو. اوهو، دې دپاره چې موږ وکولای شو کنه یو هدف ته ورسیږو، هغه هدف چې زموږ ورته یعنی هم زموږ هیله یي او د ټولو نه مهم چې موږ هغه هدف ټاکو، ځکه موږ هر هیلې ته هدف نه شو ویلی. ته ځای چې زه معلومات لرم، نو څه شی باید وکړو، کوم د هدف د رسېدو دپاره کومې لارې باید ترسره کړو چې تر هغو موږ وکولای شو هغه واحد هدف چې موږ لرو هغه ته ورسیږو؟ هدف موږ باید داسې هدف ځان ته وټاکو چې هغه نه ډېر لوی نه ډېر ټیټ وي. د ځان لکه څنګه چې موږ کې وړتیا ده، اول موږ ځان ته وګورو. نو موږ یعنی هغه پلانونه چې موږ باید ولرو هغه څه دي چې موږ د هدف یعنی مانی نشي؟ یعنی موږ غواړو چې مثال یو تجارت وکړو، نو هغه ته موږ پلان جوړ کړو، نو موږ تجارت له کوم ځای نه شروع کړو، هغه نه چا نه پوښتنې وکړو، سي مسلکي نفر نه چې موږ باید کوم کوم کارونه وکړو، هغه نه مشوره واخلو، د هغه په هغه موږ مخکې لاړ شو. او مثال څو غواړي نجاري وکړي، موږ نجاري ته کوم کوم وسایل پکار دي څه وکړو، هغه پوښتنې موږ هغه مسلکي نفر نه وکړو، د هغې نه همداسې موږ مخکې تلای شو. اوهو، یعنی ستاسو په نظر باندې هغه کسان چې په ژوند کې هدف نه لري هغوی څرنګه انسانان دي؟ څوک چې هدف نه لري هغه بیخي نو یعنی دا ژوند د سینا منظمي،
دا ژوند د هدف لپاره ده، باید دا ژوند چې موږ کوو د هدف لپاره دی، او څه د هدف لپاره د لاسته راوړنې لپاره یې کوو. که موږ داسې ټول کالونه درس وایو یا بل څه کار وکوو چې هدف نه یاسې بې فایدې ده، باید هدف همي چې هغه هدف ته موږ ځان ورسوو. یعنی موږ داسې کسان لیدلي دي اغلې صحاک چې مثلا دوی زده کړې هم کوي، وظیفو ته یا دندو ته هم ځي، لیکن دغسې نامنظم مخ ته ځي. د دوی هدف معلوم نه وي چې دوی مثلا نن درس وایي، د دوی آینده کې پلان څه شی ده، دوی غواړي څه شي آینده کې. یعنی اکثریت ما لیدلي، خصوصا نجونې مثلا ځي درس وایي، وظیفې ته ځي، مثلا د کور په کارونو کې بوخت یم، داسې نور مصرفیتونه فعالیتونه لري، لیکن واحد هدف نه لري. ستاسو پیام هغه کسانو ته چه ده، هغه نجونو ته چه ده چې دوی کار کوي، زحمت باسي، لیکن واحد هدف نه لري؟ د ژوند خو یعنی اس جوړیږي نه. ما پیغام دا ده چې دوی باید هدف وټاکي. زموږ اوسنی نسل دولسم نه فارغ، هغې تصمیم نه لري چې زه باید کومه رشته وایم، کوم زه باید څه شم. پوښتنه ورنه کوي ته په راتلونکي کې غواړې څه شی شی، وایي زه تر اوسه نه پوهیږم. نه اول صنف نه، نه هم صنف نه، ته باید تصمیم ونیسې چې ته کوم هدف ته رسیدل غواړې. ته باید همغه هدف کې چې ته کوم هدف غواړې چې زه ورسیږم، همغه ته درس وایې، همغه پرمختګ وکړې چې تر اوسه هغه هدف ته ورسیږې. و ځکه چې تر هغو موږ واحد هدف نه لرو، هیلې خو زیاتې لري. هر انسان په ژوند کې مختلفې هیلې لري، نو موږ هره هیله خپل هدف نشو ټاکلی، لیکن هدف هغه ته ده چې موږ ډېر زیات ورته هڅې کوو، ډېر زیات غواړو چې هغه ته ځان ورسوو. نو هغې دپاره مثبت پلانونه باید ولرو، څنګه چې هغه لصحق وویلې، تر څو چې موږ هغه پلانونه ترسره کړو، هغه هدف واحد هدف ته ورسیږو. نو ستاسو په نظر باندې اغلې صحاک، هغه کسان چې تاسو خپل پیغام خو ګرته ورته ګرچې نه ویلې چې دوی هدف نه لري، باید دوی ځان ته هدف وټاکي، نو د هدف لرل د هر انسان لپاره په ژوند کې څومره مهم دی؟ ستاسو په نظر باندې هر انسان تر کومه حده باید یو واحد هدف ولري؟ ډیر مهم ده. ما مخکې وویلې چې هدف باید ځان نه ډیر جګم نه وي، ډیر ټیټ هم نه وي، یعنی متوسط دي، تر څو انسان وکولی شي هغه هدف ته ورسیږي. داسې نه چې موږ یعنی ډیر خیال هم زیات وي او هدف هم ډیر جګي چې هغه ته رسیدګي ونشو کولی یا ډیر ټیټ وي. نو موږ هدف وټاکو متوسط چې هغه ته ورسیږو. بې هدفه ژوند خو بې معنا غوندې ده. یعنی ځینې کسان به دغسې هغه صحاک چې هدفونه به ډیر مثلا جګي لوړ وي او مثلا توانایي به ډیره کمه وي، نو ستاسو د خبرو هدف دغه دی چې دوی باید څوک چې غواړي یو هدف ځان ته وټاکي، حداقل باید دوی ځان په نظر کې ونیسي چې موږ څومره کولی شو دغه هدف ته ځان ورسوو. اول دوی باید دغه اطمینان په ځان باندې ولري چې دوی کولی شي دغه هدف ته ځان رسولی. راځو تاسو نه بغل صحاک وپوښتو چې تاسو په ژوند کې اګرچه ځینې اهداف پټي کنه څوک چاته نه وایي، خو موږ به تاسو نه دا وپوښتو چې ستاسو هدف په ژوند کې څه دی؟ زما هدف په ژوند کې هغه خو ډېرې دي هیلې، خو هدف مې دا و چې زه باید یعنی د کور تشویقم او خصوصا د مور زیات چې زه باید ډاکټره سم، او دې هدف ته انشاءالله چې ورسېدلم. او ډېر ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. موږ هم خوشحاله سو، یعنی موږ دغسې تکړه نجونې لرو چې دوی په مختلفو برخو کې معلومات لري، کار کوي. نو تاسو نه به دا وپوښتو چې تاسو ډاکټر یاست، په کومه برخه کې تاسو مثلا طبابت په کومه برخه کې یاستئ؟ نسایي ولادي بخش. څومره وخت کېږي تاسو په دغه برخه کې یاستئ؟ دوه کاله کېږي. دوه کاله کېږي. بیا څومره د کار نه مثلا راضي هستئ؟ یعنی ستاسو واحد هدف همدغه طبابت و؟ همدا و هدف مې همدا له ماشومتوب نه و، نو زه مو رسیدلم هدف ته. دی ستونزې مخته راغلې، خو هغه ژوند خو د لوړو ژورو سره دی، ستونزو سره دی. خو ستاسو په وینا چې زه فکر کوم انسان به هغه وخت بریالی چې دوی خپله استواره اوسي، مستحکمه اوسي، او هغه هدف چې دوی ټاکي هغه ته د رسېدو دپاره ډېره زیاته هڅه وکړي. تاسو خو ویلي چې اغلې صحاک تاسو خپلې هیلې ته رسېدلی یاستئ، د راتلونکي دپاره څه نو اهداف نور لرئ؟ چې یعنی اوس خو ډاکټره شوې، نور څه هدف لري، څه پلانونه لري چې د راتلونکي کې د ښځو دپاره بالخصوص ترسره کړي؟ هدف مې دا ده چې زه باید یعنی دین هم نور هم پرمختګ وکړم، دکترا وکړم، او تر څو خپل هیوادوالو ته په دې بخش کې خدمت وکړم. ډېر ښه. تاسو به یو جالبه خاطره واورو اغلې صحاک.
ژوند خو ټول خاطرې دي کنه، خې خاطرې دي، بد خاطرې دي، به خصوصا هغه انسانان چې اهداف لوړ دي خامخا دي بد خاطرو سره زیات مخ کیږي، خو خاطرو سره هم زیات مخ کیږي، به بل خصوص انجونی کنه. نو راځه تاسو نه باور ودی تر څنګه چې مثلا خا اهداف لري، یو هدف ته رسیدلی یاست، پاتلونکي کې هم غواړي نور اهداف ته هم ورسیږي. نو یو جالب خاطره که تاسو نه وورو، ما جالب خاطره یاراس مینه خانه کې ما دی پکتیا خلک راغله، پکتیا داسې دا ژبه بیخي بل رقم وه. نو دی د نن هم راغلي و، بیا پرون په سبا یې بیا راغله. نو دا ماته وایي چې دا اوګنی مریض ده. نو زه په اوګنی باندې نه پوهېدم چې دا اوګنی څه شي ته وایي. نو زه ډېر حیرانه شوم اوګنی، بیا ډېره پسته زه پوه شوم چې دا پرونی مریض ده. دا ماته ډېر جالب، ډېره زیاته جالبه خاطره. مننه آغلی سحاق چې خپرونې ته راغلی کور ودان. تاسو نه هم مننه، ګران لیدونکو نه هم مننه، کور ودان. درنو هیوادوالو، د خبرونه په دغه برخه کې لنډه شاندامه لرو، چیرته مزه نورې برخه لا هم راسره پاتې دي. لیدونکو زموږ سره مسې په خیر راغلی خبرونه ته، او کوم ودان دا چې د رکسنه خبرونه ټاکلې ده. د لیدل لپاره د خبرونه په دې برخه کې هم سنا ولی زاده راسره ده، ډیره تکړه چلی ده، ډیره با استعداده میلمانه ده. سموږ چې د بریالیتوب په باره کې غواړي راسره خبرې اترې ولري، همداسې د دوی د زندګۍ تجربې به هم راسره شریکې کړي. ډېر وړکۍ ده لسنه، خو خیر ده، بیا هم تجربې لري. حتمان څنګه یې سنا جان؟ ستړي مسې. سلام و احترامات خدمت شما، امیدوار هستم دارای صحت کامل باشین، و یک سلام ویژه خدمت هموطنان عزیزم که همین اکنون از پرده تلویزیون ما را تماشا دارن. امیدوار هستم هر گوشه دنیا هستین، حال دلتان خوب باشد و از دغدغه های روزگار در امان پروردگار باشین. بسیار زیاد تشکر. واقعا تاویل سنا وڑکی دا خود را لایق دا ماشاءالله. نوم من ایرسو بخواه سنا جان. سنا جان، درباره ازی بوین که راز موفقیت یعنی چی؟ خب ابتدا میخوایم موفقیت را تعریف بکنم. موفقیت یعنی مقاله ای که همه بسیاری از افراد به رسیدن، صرف زندگی خود را رسیدن با آن میکنن. یعنی همه ما به موفقیت شانس، موفقیت را داریم، شانس زیرا داریم که همه ما رشد کنیم، نیاز داریم، نیاز به رشد کردن، به موفق شدن داریم در زندگی. اما همه ما دنبال موفقیت نیستیم، همه ما نمیخوایم که موفق شیم. در ذهن همه ما یک هدف هست، یک هدف در ذهن ما داشته این باشیم بعضی های ما، اما ما دنبالش نمیریم. بعضی های ما هستیم شب و روز تلاش ازیر میکنیم که بریم دنبال هدف خود، اما هدف ما که در ذهن داریم به حقیقت تبدیل کنیم. اما بعضی های ما نمیخوایم که امی هدف خود را به واقعیت تبدیل کنیم. د دې پاک لمن سنا جان په پیل کې راته وایي چې څه موږ هدف وایلی سو. هدف یعنی څه؟ هدف واس که وقتی که ما بخوایم موفق شویم، در ابتدا ما میخوایم که اول یک هدف را تعیین کنیم در زندگی خود، تا به ما مسیر موفقیت خیلی آسان و سریعتر شون. اگر ما یک هدف داشته باشیم، مثلا میخوایم یک ژورنالیست یا یک خبرنگار شم، و ما به ما معلوم است و ما به خوشی و به شوق و علاقه مسیر موفقیت را پیدا میکنم، و وقتی که ما موفق شدم، رشد کردم، به ما معلوم میباشه و ما میفهمم که ما از کجا شروع کردم، ما از کجا ادامه دادم که چطور بتوانم یک انسان، یک فرد موفق در زندگی خود شوم. دقیقا خودت تاسو ویلی کنه، یعنی مثال تلاش او مینه سیدا او هدف ولری موفقیت ترسیږي، کامیابی ترسیږي. نو تا خپل څومره تلاش کړی ورته؟ گرچه اوس خلا اوس وړای وخت ډیر ده، خو بیا هم خوب وقتی که ما خواستم درس بخونم، ادامه بتم، تلاش بکنم، از طفولیت شوق درس خواندن زیاد داشتم. وقتی که صنف 8 بودم، درب مکاتب برای مبسته شد، خواستم یک از آموزشگاه آنلاین ژورنالیسم بخونم، و من از اون روز خواستم که یک فرد موفق در زندگی خود شوم. شاید بعضی ها موفقیت را در پول و دارایی و خانه های لوکستر و جدیدتر ببینند، بله طبعا اینا چیزهای ذاتن بد نیستن، اما پایدار و ماندگار نیستن. نسبت به این چیزها ذوق و شادی ما را کم رنگ تر میکنه. دوباره خانه ها و ماشین های موتر های جدیدتر میه که ما را دوباره به حسرت آن میگذارد. بالکل دیدی خبری پوینه سر دیدی خبری پوینه سر ماته مسئله ده. اوس ما یو وخت یو لیکنه لوستی و دیو نو میرا نه ده، خو ډیر مشهور لیکوال ده بهرنی ده، وای پیسې نسی کولای چې انسان ته خوشبختی راوړي، ولې نشتونی خورا زیاتې بدبختی راوسته کوي. خو خیر زه به د سنا جان نه د دې باره کې پوښتنه کوم. سنا، ستا په نظر بریالی کس څوک ده، او یو څو رازونه د دې لپاره چې یو انسان بریالی سیم کراته وای؟ افراد موفق کسی هست که در
تمرکزش بالای هدفش باشد، تلاش کند، ادامه بده و فقط تمرکزش بالایی باشه که من میتونم، در زندگی خود بالای خود اعتماد داشته باشه، ایمان بالای خود داشته باشه. بزرگترین عوامل که ما را به مسیر موفقیت میرساند باور داشتن و ایمان و داشتن به خود هست. اگر ما بالای خود باور داشته باشیم، هیچ کس نمیتواند ما را از موفقیت دور نگاه کنه. یعنی همیشه ما اگر بالای خود باور داشته باشیم، میتونیم مسیر موفقیت را پیدا بکنیم و یک فرد موفق شویم و رشد کنیم در زندگی خود. بعضی های ما هستیم در زندگی ناامید میشویم و همیشه وقت یک دو روز تلاش میکنیم، دو روز که از تلاش کردن ما تیر شد، موفق نشدیم، خسته میشیم، میگیم که ما نمیتوانیم، ناامید میشیم. اما او دانشمندایی که چند بار 900 بار شکست خوردن، 1000 بار شکست خوردن، اونا چرا موفق شدن؟ اونا کسایی هستند که حالا یک دانشمند هستند، نام هایشون در جهان یاد میشوند و اونا الگوی مردم هستند، جهان هستند، جامعه هستند، الگوی همه کس هستند. پس اونا ناامید نشده بودن از زندگی خود که حالا موفق شدن. هر چقدر ما شکست ناپذیر باشیم، همان قدر رشد میکنیم، همان قدر موفق میشیم. یعنی به خاطر که در جریان مسیر خسته کس نشه، باید امید داشته باشیم، همیشه امید داشته باشیم. یک اینشتین گفته است که، آلبرت اینشتین گفته است که زندگی یک گره است. ما فقط باید تمرکز ما بالای هدف ما باشد، نه با تمرکز ما بالای مردم و نه بالای اشیا. و یکی نشانه های افراد ناموفقی است که همیشه ترسو هستند، همیشه ترس داشته می باشند. آدم های ترسو هیچ وقت به هدفشون نمی رسد و همیشه مشکل دیگران را می بینند، نقص هایی که خودشان داره نمی کنند که همی خودشان شخص موفق شوند و خودشان ادامه بدهند. هیچ وقت نگوییم که اینی شخص پیشرفت کرده، این شخص موفق شد. چرا؟ تو هم میتونی، اگر تو شروع کنی، تو هم ازی کرده بالاتر میشه، ازی کرده یک شخص موفق میشه. اما باید بالای خود شکرگزار باشیم که خداوند ما را آفریده تا در زندگی موفق شیم، تا در زندگی خود در رشد کردن بگذارم، نه بالای خوشگذرانی تمرکز کنیم، بالای چیزا هرگز تمرکز نکنیم. څنګه سه تاسو دا خبرې وکړلې، هغه کسان چې یعنی موفقیت ته لکه مثال ارزښت هم ورکوي، غواړیم، هدف هم لري، خو هر څه کوشش کوي رسیدلی نه شي، څنګه چې تا ورته وویلې، خو هغه کسان چې تا په عمر کې دي، فی الحال چې ته دونه وړه یې او هغوی هدف نه لري او موفقیت په باره کې پوهیږي نه، زیاتره داسې دي ماشومان چې پام یې نه یا هم خپل په مستی کې، لکه مثال تا هغه کسان ته چې ویل غواړي چې تا په عمر کې دي یا تا نه هم لږ مشر کشر. خب یک مثل هست که میگه اگر فقیر به دنیا آمدی این مشکل تو نیست، اگر فقیر به دنیا رفتی این مشکل تو است. پس ما از شکم مادر خود یعنی باسواد یعنی خوب تحصیل کرده و لایق به دنیا نمیم، تا خود ما تلاش نکنیم، تا خود ما موفق نشویم، یعنی موفقیت به دست نبیاریم، هیچ وقت ما موفقیت پیش خود ما نمیایم. تو خود ما تلاش نکنیم، هیچ وقت ما موفق نمیشیم. پس پیام مهی است که برای دوستانم، برای خواهرانم، برای همه هموطنانم که همیشه تلاش کنین، همیشه به دست خود پیدا کنین، رشد کنین. این زندگی به این فکر نباشین که ما از زندگی خود زیاد عمر داریم، زیاد زمان داریم، نه خیر، باید از همین حال شروع کنین، همین حال ادامه بدین و یک هدف را تعیین کنین که مسیرش برای شما دلچسب باشد و همیشه در زندگی خود موفق باشین. وقت زیاد پختن رو کم که وقت پایده نه فرشته جانی، وقت تمام سوی ده نه انشاءالا سی بل زلط بعد ده سوالو کتی ده یا وقت پرن چورتوی بعد نو قدر من لیدون کو دیر مانا نا چر دیده ما پوری منگ سرا وی ده منگ آخری برخوا و نو واقعا ظلم نی که دیر خوگی خبری کولی تر بلا جمعه پشپا تا سو طول لوی اسپیسیلی اللہ تسپارم نو دی اللہ پامان خوشحال اسپار.